بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسین علیه السلام در مسیر خود از مکه به سوی کوفه در هر منزلگاهی که می رسید، اگر افرادی اونجا حضور داشتند یا در اونجا توقف می کردن، برای سعادت اونها دعوتشون می کرد که به من ملحق بشید. در یکی از این منزلگاه ها فردی به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی همراه با پسر عموی خود با امام حسین علیه السلام دیدار کردند و امام فرمود به من ملحق شوید. پسر عموی او گفت من فردی بدهکار و نانخور زیادی دارم و برام مقدور نیست که شما رو یاری کنم. اما ضحاک ابن عبدالله گفت من هم اگرچه مثل پسر عمویم مشکل دارم، ولی حاضرم با شما همراهی کنم، منتها به شرطی که تا زمانی که حضور من به درد خور باشد، یعنی اگر دیدم کسی برای شما باقی نمانده، من اجازه داشته باشم برگردم. و امام حسین علیه السلام موافقت کرد. ضحاک ابن عبدالله به امام علیه السلام همراه شد. در واقع کربلا با دشمنان امام جنگید، تعدادی از اونها رو کشت، اما عصر عاشورا وقتی دید دیگر کسی برای امام حسین علیه السلام باقی نمانده، آمد خدمت حضرت و گفت آقا شرط ما رو خاطرتون هست؟ فرمود بله، ولی چطور میخوایی از این محاصره عبور کنی؟ گفت اسبی آماده رو زین کرده در خیمه دارم، بران می نشینم و می گریزم. و امام حسین علیه السلام هم به او اجازه داد. ضحاک ابن عبدالله بر اسب خود نشست، گریخ، تعقیبش کردن، به او نرسیدن. از فیض بزرگ شهادت همراه امام حسین علیه السلام محروم شد. اما چون از این واقعه جان به در برده بود، بعدها خاطرات خود از واقعه جانسوز کربلا رو بازگو کرد و لذا بخشی از اطلاعات ما در ارتباط با واقعه جانسوز عاشورا در کربلا به نقل از ضحاک ابن عبدالله مشرقی است. دیره ولی باید به تو بفرمایی. سلام علیکم. آقا احسان برادر بفرمایی. بفرمایی. بیا بسم الله بگم چه تیتراج درجه یکی خوندی برای ما. الحمدلله، مرسی از کمک های شما. آدم شما گرم، چه کریم. ما که کاره نیستیم. مخلصی. حالا چطوره؟ عالی. دیشب هم که قصه محمد رضا رو همراه ما بودی و شنیدی، ولی الان میخوایم قصه تو رو بشنویم. بسم الله. مخاطبانی که شما رو میشناسن میدونن که خواننده بین المللی احسان یاسین توی فضای کارهایی که خب خودت باز بیشتر توضیح بده براشون، ولی آینی، اعتقادی، راجب خدا، کارش دلیه، جنسش این شکلیه که به دل مخاطب میشینه. امشب میخوام سوالایی که تا حالا توی ارتباط دوستیمونم نپرسیدم ازت بپرسم. سانسور که نمی کنی خودتو؟ سعی میکنم. سعی نه، حتما جواب ما رو بده. برو بری. خب خیلی ها فکر کنم کسا که مخاطبش بودم میدونن داستان احسان و جای مختلف گفته برش هایی ازش، ولی باز از زمان کودکیش میشنویم. اون اتفاقی که برات افتاده بود برای صوتت چه سنی بود؟ خلاصه داستان اینه که خب من از کودکی میخوندم، با قرآن شروع کردم، خانش رو با قرآن پیش بردم تا یک سالی که حدود یک 4 سالی صدام گرفت. گرفتنی که دیگه خوندن که شبیه رویا بود و صحبت کردنی که توصیفش میشد صداش از ته چاه میاد. و داستان رفیقمون رو میدیدم دیشب محمد رضا بعد شب گذشته. خب بچه اشتراکی وجود داره،
چیه اون وجه اشتراک؟ اینکه شما با هم هر اون چه که داری میری جلو و میگی میشه این کم منو زیادش کنی. من میخوام اینو بیارم تو راه شما. اتفاق افتاد، به لطف خدا مشرف شدم مکه و یه تعبیر دلیه که من به این تعبیر دلی خیلی بها میدم، که اون نگاه اول به خونه کعبه سه تا آرزوی برآورده شده داری و هنوز اون صحنه یادمه. جلو رفتم، سرها پایین بود، سر بالا آوردیم و من خواستم کاری که دکتر و استاد و هیچ آدمی نتونست برام انجام بده رو اونجا به من بدن. چرا اینقدر مأخوذ به حیایی؟ یه ذره تو چشمای من نگاه کن، من برادرتم. برو، دارم تلاش میکنم تازه. خب، احسان خیلی شخصیتش جالب و درونگرام هستی، حالا اینم بگم دیگه و منم میدونم دقیقا فضا چجوریه. داشتی میگفتی از اتفاقات که برات افتاده، میخوای برگردیم عقب‌تر. اهل کجایی؟ تهران. به دنیا اومدم اصالتاً کاشانی. اصالت کاشانی. خانواده مذهبی؟ خانواده آره. از بچگیت هم طبیعتاً خب یه استعدادی کشف کردن برای خوندن که احسان میخونه. با قرائت قرآن شروع کردی درسته؟ بله. بگو برامون. توی 6 سالگی دستم گرفتم حفظ قرآن کنم. دو تا گزینه داشتم، یکی تکواندو بود که خب به روحیه الان هم نمیاد، یکیش حفظ قرآن بود. رفتم کلاس قرآن و دیدم یک نفر یه شخصی به ازای هر یک سوره که ما تحویل میدادیم یه هدیه کوچیکی اسباب بازی به ما میداد، شعر یادمون میداد، با همون بازی میکرد. شرطی بودن رو دوست ندارم و اینو بگیر تا این، ولی خب تو تربیت اون سنین بچه ها تأثیر داره. فکر کنم کار مهمی میکنن معلم ها. 100%. یعنی دیشب دیدی معلمی که به جمع اضافه شد؟ دقیقا مورد همینه. داشتی همچین معلمی تو زندگیت؟ یه استادی داشتم، استاد زبان انگلیسی بود توی مؤسسه. ایشون وظیفه‌ای برای این کار نداشت، اما خیلی دلی یه کارایی میکرد که تو ذهنم مونده. یعنی کاش که مثلا چی؟ میلاد که میشد، میلاد اهل بیت رسول اکرم و اتفاقات این چنینی، یه جعبه شیرینی میگرفت و هزینه خودش تو کلاسش میذاشت و به همه شاگرداش این اتفاقا تکرار میکرد. اون روزها وقتی میومد با همه شاگردا دست میداد. اون روزها برای همه شاگردای اون آدم فرق داشت. یعنی حتی اون کسایی که هیچ اعتقادی هم به این مسائل نداشتن که کمرنگ تر بود، انگار میلاد اهل بیت واسهشون میلاد اهل بیت میشد. داشتم فکر میکردم که هر کی تو هر جایگاهی هست، یکی خواننده است، یکی معلمه، میتونه یه کارهایی بکنه. یعنی این با کارهای ساده بذر محبت رو بکاره تو دل آدما. و به نظرم همچین روشایی که معلمای خوش سلیقه استفاده میکنن برای حال خوب کردن، برای اون وظیفه خطیر تربیت شاگردشون تو هر حوزه‌ای شایسته ضریب دادن. اسم معلمت هم بگو. آقای میلاد حاجی میرزایی. خدا حفظش کنه. خب خوندن تو داشتی میگفتی که قرائت قرآن شروع کرده بودی. از چند سالی؟ من 6 سالگی حفظ رو شروع کرده بودم. حالا چون که سواد نداشتم مادر میگفتن من حفظ میکردم و میخوندی؟ آره. این که کجا فهمیدم یه صدایی وجود داره، تو تحویل دادن در حقیقت اولین سوره قرآنی که با صوت حفظ کردم. قبلی رو همینجوری مادر میگفتن، من تکرار میکردم. رسید به اونجایی که دیگه نوار میگفت، من حفظ میکردم، همونو سعی میکردم تکرار بکنم. و خب یه اتفاقی افتاد، یه سری تعابیر قشنگ، یه سری انگیزه ها که توی اون سن برای بچه های کوچیک مهمه و قرآن شد نقطه عطفه. شاید از روی بچگی شروع کردم و روی بازیگوشی، ولی برکتش رو تو بزرگیم دیدم. یعنی مثلا بگو برامون، بیا یکم راحت صحبت کنیم، یکی از بزرگترین برکاتی که از قرآن گرفتی چی بوده آقای احسان یاسین؟ دوست دارم شعاری نشه دیگه. یعنی 100%. هم دنیا تو میسازه انگار، نه اینکه پول در بیاری. یا اصلا آدم هایی که اهل قرآنن با این نور سرکار دارن، دائم نگاهشون به این هست، انگار نگاهشون تا
تو نگاه آدم‌های دیگه هم نور می‌اندازه. به هیچ وجه این در من نبوده، اما من این رو در نگاه آدم‌هایی که قرآنی بودن دیدم. هم دنیا رو می‌سازه، هم تو دنیا آروم‌ترت می‌کنه و هم آخرت که دیگه تکلیفش مشخص. از کی فهمیدی که استعدادت حالا تو موسیقیه، یا اصلا بگیم که بابی باز شد برات برای خوانندگی، آهنگسازی، جهان موسیقی؟ بعد از اینکه این اتفاقایی که عرض کردم افتاد و اون مکه رفتنه و که به لطف خدا بعد از اونم صدا جای خودش رو پیدا کرد، دورهای صداسازی و چیزایی که نیاز بود، خب من احساس کردم احسان میتونه تو جای دیگه ای تاثیرگذار باشه. من دنبال این نیستم که به زور کسی پیدا کنم تأثیری بذارم روشه، اینو دیگه شما خوب میدونید، یعنی تأثیر رو ما نمیدیم، اما ما سعی میکنیم که وسیله بشیم. یه نکته رو نگفتم، یک موردی رو که دوست دارم اینجا بگمش. ببین توی اون نگاه به کعبه خواستم از خدا که صدا رو به من بده و عرض کردم تا وقتی سر عقل باشم، تا وقتی بتونم و خودش اینو به هم بده که این اتفاق بیفته. صدایی که گرفته بود، صدایی که گرفته بود از خدا خواستی، صدایی که اصلا نمیتونست بخونه. اگر صدای خوندنی که قبلا تقدیر میشد برمیگشت، خواستم توی راه استفاده بشه که حال چهار نفر دیگرم بهتر کن. بعد مثلا این آدم خوبایی که مثل اون آقای معلم تو زندگی محمد بودن، سرارات بود بگه مثلا صدات اگه این شکلی شده مشکلی نیست، راهش این شکلیه. معلمامو دوست دارم و خیلی کمکم کردن، ولی شاید اگر مشابهش دقیقا بود کارم برای من هم آسان تر میشد، ولی من معلمایی که خدا سر راهم گذاشته رو خیلی دوست دارم. هر کدومشون واقعا بهم اضافه کردن. تیکه کنایه نشنیدی؟ اینو بگو. چرا زیاد؟ ولی خب واقعا فضاش تو این حال و هوا نیست. بوده من توی مدرسه درس میخوندم که مدرسه درس خونا بود. مدرسه علامه محلی بود و من زیاد اهل درس تو اون بره نبودم. حالا تو راهنمایی چرا، ولی تو دبیرستان پی موزیک بودم. خب. چرا؟ چون درسم خوب نبود حرف شنیدم. ولی فکر کنم به لطف خدا نظر اون آدم ها الان عوض شده باشه. شاید هر کسی تو جای خودش حال بهتری داشته باشه، شاید اونجا جای من نبود. لزومی هم نیست که منو به خاطر اینکه درسم خوب نبوده کسی تحسین بکنه. بابت صدا، خب به طب توی خیابون و هر بار که صحبت میکردم، خب شده بود شوخی بشه که مثلا صداش از ته چاه میاد یا اینطوریه اونطوریه، ولی یه بار یه ذره دلم یه حالی شد، یه بار یکی بهم گفتش که شاید یک گناه خیلی بد کردی که صدا تو ازت گرفته خدا. یه مقداری نمیدونیم، دو تا درده. یکی پیش خودت میگه خدایا چرا من باید این حرف رو بشنوم، یکی پیش خودت میگه خدایا یعنی من کاری کردم که تو گرفتی از من. و غم سنگینیه، انقدری هست که توی همون نمازخونه زیادم نمیره با همون صدا داغونه ها. یادم که اول فضل رو فریاد میزدم. پس دلت شکسته بود که رسیدی جلوی کعبه و ستا آرزو داشتی؟ فکر کنم کلن تو این دنیا، یعنی دنیا دنیای دل شکسته ها باشه اصلا. یکی خواستی که صدات خوب بشه، خب آرزوی دومه چی؟ سه تا آرزو کردم به طب، سومیش که بمونه تا ببینیم چی میشه. دومیش این بود که خانواده‌ام با هم خوب باشن، که به لطف خدا بکنم تا الان بهش رسیدم. امیدوارم که این اتفاق بیفته که حالشون با هم خوب باشه، حال همه خانواده انشالله با هم خوب باشه. و سومی هم که بمونه ببینیم چی میشه دیگه. هنوز برآورده نشده. شاید اون روز که برآورده شه مجال توضیح نباشه، بمونه برای خطرناک داری میشه، بذار بمونه برای آینده. زیاد نریم. خب اینجوری که گفتی من حدس میزنم. بزنم شهادت خیر ایشالله. خب رفتیم جلوتر،
موسیقی هم حرفه‌ای داشتی دنبال می‌کردی؟ یا نه؟ برو یه علی برو برو با بغزم چهرت قشنگ من عذر میخوام ازت ها من با رفیقم راحت برو صحبت برو میکنم امشب قرار حرف بزنیم باشه؟ تو موسیقی میخواستی بری هدفی داشتی همه آدم ها هدفاشون ترسیم شده است تو ذهنشون شرایط چجوری بود وقتی که شروع کردی حرفه‌ای کار بکنی بری استدیو آهنگ بسازی وضعیت مالی همه چی امروز که میامدم مامانم بهم گفتش که تو برنامه نگی وضع مالی اونطوری بود اونطوری بودش و الحمدلله خدا همیشه رزق ما رو رسوند اما خب فکر کنم شما بهتر بدونید دیگه وضع هزینه های موزیکی مقداری زیاده باید تلاشایی میشد تا این اتفاق بیفته و بشه کار کرد و مدد رسوند خدا که ادامه پیدا کنم من چند باری اوایلش جا زدم و ناامید شدی؟ شدم ناامید شدن خب شاید طبیعی باشه ناامید موندن است که نباید اتفاق بیفته راجب امید هم صحبت یه تعبیر قشنگی ناامید شدن شاید طبیعی باشه ولی ما ناامید نمیمونیم میمونیم ما نمیمونیم فکر کنم مایی که حسین داریم از کجاست سرچشمه امیدت؟ هر جایی که زمین بخوری، هر جایی که در بسته باشه برات. هر جایی که زمین بخورم، به آسمون نگاه می‌کنم. هیچ ادعایی ندارم، ولی هر آدمی به نظرم رو زمین تنهاست. به نظرم تنهاییشو به آسمون رفع می‌کنه. خیلی خوشگل داری می‌گی. راه‌های آسمون رو از کجا یاد گرفتی؟ بخشش می‌کنم تو وجود همه هست. بخشش هم رزقه، یعنی چه اون آدمه که بچه شیعه است تو ایران و تو تهران چه اونی که اهل تسننه، چه اونی که ارمنیه، چه اونی که مسیحیه یه نشونه هایی براش هست که پیدا کنه یه نفر بالا سر این نظم هست و منم بعد بوس خودم گرفتمش بوسم هم خیلی کمتر از خیلی هست یه چیزی رو بگم من دوست داشتم بزنیم بهش بفهم من و شما فکر کنم یه مخاطبی داریم که شاید جدایی از اونهایی که هستن و دوستمون دارن و ما هم دوستشون داریم و خدا همراهمون کرده بله هستن کسایی که به چهرهشون نمیخوره شاید به گفتارشون حتی نمیخوره ولی نمرهشون پیش خدا احتمالا از من احسان خیلی بالاتر یه بار یه همچین متنی رو توی صف هم گذاشتم و یه نفر یه ریپلای کرد یه مرد بزرگوار مسن انقدر محترمانه گفتن که دوست داشتم بپرسم مورد چیه گفتن که احسان یک شماره تلفن که 11 رقمه اگر یک نفر 10 رقمش رو داشته باشه میتونه با خدا تماس بگیره مطمئنن ایشون یه چیزی میدید که من نمیدیدم اما دوست داشتم اینو بگم که به نظرم شماره تلفن خدا رو همه ما داریم اینقدر سخت نیست که 11 رقم باشه و یه موقعی ما کسی که 10 رقم رو داره اون 10 رقم رو براش بیارزش میکنیم و جای این که میتونیم کمکش کنیم اون عدد 11 رو پیدا کنه حرفم اینه امام حسین که الان نشستیم راجع بهش صحبت میکنیم فقط به کسایی که مثل من انگوش در میندازن نگاه نداره امام حسین هم هست قبل از اینکه همراه ما باشید ادامه برنامه رو ببینیم یادم افتاد که بگم بچه بودیم این شعار معروف بود لامپ اضافی خاموش هی میشنیدیم و باش بزرگ شدیم تا امروز امروزم خیلی اولویتمون رو یعنی اگر این نعمت برق رو نتونیم همه به مساوات ازش برخوردار باشیم به نظرم قشنگ نیستش بیایم یه لامپ اضافی خاموش کنیم آقایون خانوما عزیزای من ممنونتونم داشتی میگفتی که من میخوام از دنیام از حال و هوا با امام حسین بگم شاید یه بار اولین باری که امیدوارم که آره اون زمانی که اتفاق که عبر رو هم گفتم نگاه هم این بود که یک بار این اتفاق بیافته حرفم اینه خاطرم هست که طبقه همکف هتل یه جمعی برای قرائت دعا جمع شدن کفش هایی کنار هم رو میدیدم و نیتم تو دلم بود یه جا گفتم خب من به خدا گفتم
حرفمو به خدا زدم. از خانم فاطمه زهرا خواستم اگر صدای برگشت، هر اتفاقی، هر دلی که لرزید، هر اشکی که جاری شد، همش برای اونها باشه. میدونم بی نیازن ها. من گفتم من زندگیم امیدم، خودت ببری جلو، من خیلی ضعیفم، خیلی ضعیفم. با هم گپ زدیم، سلام بقیه هم بدونن که آدم با خودش باشه خیلی ضعیف. گفتم شما منو ببر جلو، هر چی که از این صدای در اومد برای این مسیر باشه. خیلی اتفاقات تو زندگیم دیدم. وقتی از فضای قرآن و قرائتش اومدی وارد جریان موسیقی شدی، چون برای خودم هم پیش اومده میپرسم، کسی سرزنشت کرد؟ شد. خاطرم هستی که دوستانم که همکلاسی قرآنم بود گفتش که من صلاحتون میخوام، خب از این مسیر بیا بیرون و اینها و خیلی عبارات دیگه. دوست بود، دلسوز بود، اما باور داشتم که باید صبر کنم و به لطف خدا واقعا روزی رسید که گفت خوشحال شدم که اون روز نتونستم جلو تو بگیرم. میخواستم راجع به حضرت زهرا ادامه بدم. یه اتفاقاتی توی زندگیم افتاد، توی یک وهله‌ای که خیلی هم ازش نمیگذره، مثلا شاید 4-5 سال پیش، توی یه اتفاقی نزدیک بود تمام آن شو که من داشتم از موسیقی کلن گرفته بشه. میشه باز کنی برامون؟ یک همکاری داشتم و یک نفر مدعی شد که منم سنم کم بود، 19 سال 20 سال، مدعی شد که من دیگه نخواستم ادامه همکاری بدم، دلایل متعدد. هیچ قراردادی هم نداشتیم، براساس واقعا قراری هم نداشتیم. و یه جایی من گفتم مسیرمون جداست و اون آدم به من گفت تو باید هر آنچه که داری رو بدی، از اسم یا اصلا حرفی راجبش نبوده، تا صفحه، تا هر آنچه که داری. این قرار بود من بشم احسانه که دوباره از صفر صفر شروع میکنم. توی راه خونه آهنگسازم بودم، فکر میکنم ایشونم در جریان این اتفاق هست، نذر کردم اگر اینو بیرونم نگفتم، نذر کردم اگر خانم فاطمه زهرا کمکم کنن، اگر هایی که میگم نذر قشنگش اینه که تو کار انجام بده، بگه یه صلاحه بده دیگه، که حالا اگر این شد بنامه گذاشتم، بنامه گذاشتم. من تا قبل از اون یک آهنگم برای امام حسین نداشتم، بنامو گذاشتم که یک کار برای حسین زهرا بسازم. یک کاری قبلا ساختم ولی در گوشی گفته بودم این اون نیست. دوست داشتم این تیتراژی که امسال ساختیم و بذارمش رو حساب همون نظری که اون سال داشتم. دوست دارم یه تیکه از همون کار دلی اولیه رو بشنوم. بکنه صدام در بیاد. صدای خستت هم کمکم کن. با هم بریم. دیره ولی باید به تو برگردم، غم دنیا را رها کردم، غمت از حال غمم باشه. دیره ولی راهم بده این بارم، روی قولم پا نمیذارم، وقتی اسمت قسمم باش. برگردم از تو کجا برم جز تو چی دارم، برم کیو تنها میذارم، خودم یا تو رو. احسان یاسین، کسایی که تو رو میشناسن و کاراتو دنبال میکنن میدونن که موسیقی های الهی میخونی و خودت گفتی که یه روزی یه عهدی بسی با حضرت زهرا که برکت بده به کارات و نقطه اثرگذاری باشه برای مخاطبت. چه بازخوردهایی گرفتی توی اجراهات، تو برنامهات؟ دوتا مورد شد که جفتشو میگم. اول اینکه راجب رفاقته، که شیرینی رفاقت ما امام حسین ما. یه هیئتی شما داشتی میخوندی، به تالا نگفتم، هیچ کس هم نمیدونم. روزی حضرت عباس، روز تاسوعا، یه هیئت خونگی کوچولو و یه عالم عشق از آدم های خوبی که من جزشون نبودم. اونجا بستم با حضرت عباس
که اگر تونستم برات برادر باشم، هم برای شما، هم برای همه برادرامون که کنار ما توی این مسیرن. به نظرم بین ماها هیچ وقت اون حاله چی میگن؟ این بالاه، اون پایینه، اون اینطوریه، اون اینطوریه، بین ما نبوده واقعا عزیزم. چکر. دومین مورد این که اولا که ما فکر کنم دائم در یعنی تعامل با مخاطب به لطف خدا پیامایی رو میگیریم که به وقتی که انرژیمون کم میشه بلندمون میکنه دیگه، یه اتفاق زیاد به همون میفته به لطف خدا. مثلا چی؟ مستاق بده به همون. من فهم کنم که دیگه نهایت ناامیدی یک آدم مرحله ایه که به کلمه واقعا هیچ جوره نمیشه دوست داشتاش، کلمه خودکشی فکر میکنه، اصلا این حرف رو به زبون میار. خب دیدم مخاطبینی که یکی دوتا هم نبوده، یعنی شما خوب میدونی که در تعامل با مخاطب هستی از همین جنس، مخاطبی که میخواسته خودکشی بکنه و کاری رو شنیده و یه راهی، یه نوری پیدا کرده برای اون تاریکی‌هاش و یک روزی با پدرش بلند میشه میاد کنسرت اون آدمه میشینه همون کارا رو گوشش بده و بعد کنسرت به اون آدمه بگه تو واسطه بودی یا من حرف خدا رو بشنومش. واسه حرف نظر کنم از تصمیمی که داشتم. قربون این مأخوذ به حیا بودنت. پس کسایی بودن که حتی به خودکشی فکر میکردن و با شنیدن آهنگات صرف نظر کردن، حالشون خوب شده، برگشتن به زندگیشون. که ما شنیدیم. خدا رو هزار مرتبه شکر. خیلی عالی. روایت محمد رضا که دیشب شنیدی که خیلی هم یه جایش فکر میکنم شباهتایی داشت. قراره که دعوتش کنم به جمع ما بیاد و با هم دیگه گپمون رو ادامه بدیم. با افتخار. باعث خوشحالی. محمد رضا جان، امام حسینی، حسین چی؟ اینجا هم که میدونی حسینیه اثر گذشته. حالا هوا رو میبینی؟ امام حسین هم بزرگه، هر جایی اسمش باشه فضاش نمی میشه. اینجا یه روز باید بیاییم اون منبر بشین برامون بخونی. ها قول میدی؟ ایشه دمت گرم. ایشه احسان رو میشناسی؟ بله داستانشون رو شنیدم. یه جایی شبیه هم بودید. درست احسان؟ درسته. قدرت امام حسین نیه. ببین میخواید بگی من اگه بتونم صدای گرفته رو پس میدم، من اگه بتونم صدای داشته رو پس میگم. من دیدم خیلی ها روزه میخونن، همین دو سال پیش همه هنه نمیخونن، همه شعرها نمونه برای خدا. این مدل روزه خوندن تو که حالا میشنویم، خب انگار که امام حسین نورش و نمکش رو ریخته توی صدات. خب الان هم هنوز از امام حسین میخوای که این گرفته یه لکنت رو برطرف کنه؟ نه. نه؟ نه. چرا؟ نه، اگه بدون لکنت بودم بعد یا 150 شاهه رو میرفتم، شاید هم نمیشد تو شهرستان آبادان. اما با این یکیتی انا هم دیدار مدام به حضرت آقا میرم، هم کربلا میخونم. میشناسن تا آبادان همه؟ آبادان که همه میشناسن همه، انا کشور تقریبا مدام معروف منو میشناسن. یه اینا گرفتی یاد یه خاطره افتادم. شب عرفه بود، کربلا بودم، امسال سال گذشته. بعد آقای حسین طاهری داشت میخوند، هم دقیقه شیش دقیقه بعدش من خوندم. بعد اومدم آبادان، یکی از دوستان اونجا بود، قدرت امام حسین رو اونجا فهمیدم. حسین طاهری شوخی نیست، داشت میخوند و محمد رضا عباری خودمونم هم اونجا خوند. بعد امام حسین فرقی نداره. بعد من در بخوام، من بخوام یه جایی میدونم گرچه که اصلا صدا نداره بتونم بخونه، اما من بر بخوام. عشق فقط یک کلام. حسین علیه السلام. واقعا واقعا واقعا
خیلی خوب. اجازه میدیم من این یاد بود و یادگاریم رو تقدیم بکنم. بفرمایید. خب دیشب دیدید که توی روایت محمد رضا یه گره گلدرشتی بود که بقیه داستان بهش وابسته بود که چی شد خودشو تونست پیدا بکنه و مسیر اصلیشو براش متصور بشه که منم میتونم زندگی درستی داشته باشم و موفق باشم و اعتماد به نفس و عزت نفسم رو نگه دارم. یه معلم عزیزی بود که زحمت کشید و از راه دور به خاطر محمد رضا اومد اینجا و بازم تشکر میکنم از شما آقا. محبت کردین تشریف بود. ما داشتیم میگفتیم که این یادگاری برنامه‌مون که برای اربعین تقدیم مهمونامون میکنیم کوله بار اربعین. اربعین شما تشریف بردین؟ بله. خب امسال هم انشالله میبینیمتون اونجا. انشالله با امید خدا. احسان جان این اتفاق عظیم اربعین که بزرگترین اجتماع مذهبی دنیا بگیم هست. تو دلش خیلی خیر و برکت داشته و من میدونم که تو هم تو اون سفری که رفتی یه بار یادم با صحبت میکردم گفتی که با آدم های غیر ایرانی اصلا هم صحبت شده بودی درسته؟ می افتاد این اتفاق گهگاهی. چی بود برای اون بگو؟ توی مسیر به کنار که خب ما آدم های از کشورهای مختلف رو می دیدیم، حتی پرچم های کشورهای مختلف رو هم می دیدیم و این بیمرز بودن رو نشون میده. یه نکته به ذهنم اومد، یه بار با یک عزیز صحبت می کردم، زاده آمریکا بود و کلا آمریکایی بود، اونجا بزرگ شده بود، پژوهشگر ادیان بود، ولی راجب اربعین بهش یه توضیح دادم، راجب این پیاده روی که بزرگترین پیاده روی تاریخه و یه جمله‌ای به من گفت، اول شاید یه ذره خنده‌دار بود، بعد خیلی نکته بود، یعنی درد داشت. بهش گفتم این آدم‌ها این مسیر طولانی رو به این شکل میرن و گفتش که آره اتفاقا من دیدم که یک خانومی با دوچرخه کل ایران رو گشته و تو نگاه هم این اومد که یعنی آدمی جای دیگه از جهان هست به تب و فکر میکنه این ورزشه، یعنی هنوز براش جا نیفتاده، یعنی ما نیاز داریم یه مقداری راجع به این اتفاقات توضیح بدیم. شاید رسالت من و شما هم توی این مقداری باشه دیگه که شما به لطف خدا پیش رو هستی توی این قضیه. خیلی خوب. آره آره کار رسانه‌ای آقای ایدانی که میدونم خیلی افتخار میکنید به داشتن همچین شاگردی و زحمت کشیدین دیشب تشریف آوردین تو این برنامه از راه دور. شما هم تو این برنامه بر ما به یادگار بمونه، بیشتر برای من جوون که کی بهتر از شما. جمله ای حرفی راجب صاحب این حسینی ابو عبدالله، یعنی عشق، فقط اینو بهت بگم عشق. اگر میخوام حساب کنیم عشق، ابو عبدالله است که به ما درس زندگی داده، درس عشق داده، ایثار داده، جهاد داده، به خودشو فدا کرده به خاطر که ما مسلمان ها و یه جمله یکی از حضرت حسین بگیم، ان لم یکن لکم دینا ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. این جمله معنیش هم بگین آقا، اگر شما زندگیتون، در زندگیتون ایمان ندارید و عقیده ندارید، حداقل چی؟ آزاده باشید. جمله معروف. این اگر در دنیا ارزشش رو بدونن، همه دنیا بگید آزاده میشن، معلوم میشن. بله. همه. و بالاترین حرفی که به قول احسان اگر قرار رسانه‌ای بشه تو دنیا به عنوان پیشونی معرفی ابو عبدالله باشه، آزادگی حماسه است و نداریم تو تاریخ نظیرش و ای جانم فداش بشه.
احسان جان نوبت شماست. مخلصیم، من خیلی وقت نمیگیرم. اولا چکرم بابت این دعوت، خوشحالم که اولین تجربه امام حسینی با هم داشتم و از شما از مخاطبین میخوام که برای عاقبت به خیریمون دعا کنه، هم برای شما هم برای بنده. برای من بیشتر، برای همه. ممنونتم، تشریف آوردید. مخلصیم. با اجازهتون من تقدیم میکنم. اول به آقا بفرمید. بفرمید. خدمت آقا محمد رضا. بفرمید. بفرمید. این ادب شما، ادبت قشنگه. احسان که رفیقمه. دمت گرم. شکرم. ممنونم. آقا ایشالله اربعین همگی رو ببینیم. از من خداحافظ. با صدای محمد رضا عبادی همراه میشیم. توی بارم و بستم آزمم، خیلی وقتی که هم آزمم دیگه عزیزا به بعد با خودت تو تروم و که من خادمم. اول وفا زی قوش نزده امام رضا، زی قوش نزده امام رضا. به کربلا من دو نفر میگم، یک آقا امام رضا بنده فویادش برات کربلا میده، دو خانوم حضرت وقیه. خدایا به حق حضرت وقیه، به حق حضرت یوغایه، به حق حضرت یوغایه که من تمام دوازت و کربلا رو دوبار مشهدم و از شب سوم محرم میگم. خدا شاهده من به خاطر حضرت یوغایه به خروش شدم. خدا به حق حضرت یوغایه، به حق حضرت یوغایه این قدم ها رو اربعین به کربلا برسان. خدا به حق حضرت یوغایه ما به مقام و منصب و پدر و مادرمون و هیچیمون نشناسن، ما فقط و فقط و فقط به نوکری و سنهایی بشناسن. این دعای عرفه من بعد هر وزهی که میخونم، همه ما عاقبت به خیر، عاقبت به شهادت بیردان، تردی در روح آقا امام زمان، شادی روح شهدار، سلامتی عبر عزیز ما نجمان سهباد.